دوستان برسیم به مبحث بعدی که مبحث خیلی مهمی هم هست و اونم استرینگ فرمتینگه، یعنی فرمت دهی کردن استرینگ ها. به طور کلی 4 شیوه براش وجود داره. ما از قدیمی ترین شیوهی که وجود داره میگیم تا جدیدترین شیوه. یک شیوهی که خیلی عمومیه و تقریبا مشترک در تمام زبانهای برنامه نویسی به این صورته که فرض کنید من یک استرینگی دارم به اسم یه متغیر درست میکنم به اسم format string و از همین برای کارمون استفاده میکنیم. الان شیوه قدیمی که خیلی قدیمی که در واقع تو پایتون وجود داشته و لگیسی حساب میشه و البته تو زبانهای دیگه هم از این شیوه خیلی استفاده میشه، دقیقا همین استاندارد در زبان سی هم وجود داره و برای فرمت دهی پایتون چیز فرمت دهی استرینگ استفاده میشه. منظورم از فرمت دهی اصلا اول ببینیم چیه. ببینید فرمت دهی زمانی هستش که من میخوام یه استرینگ رو چاپ کنم و در این استرینگ قرار یک سری مقادیری که از برنامه من مثلا خروجی که از برنامه من به دست میاد هم تو این استرینگ قرار بدم و این رو چاپ کنم برای کاربر ببینه. به عنوان یه مثال در قالب مثال بهتون بگم شاید بهتر باشه. میخوام بگم که فرزین حقو چند گرفته، مثلا یه امتحان داده امروز مثلا گرفته 18. خب میام استرینگ فرزین رو میذارم، برنامه من اومده یک محاسبه انجام داده، مثلا معدل منو به دست آورده، معدل من فرزین شده 18. پس میزنه فرزین و خب این مقدار 18 ای هم که برمیگرده من میخوام توی این استرینگ بگنجونم که برای کاربر فرزین چاپ بشه که فرزین 18 یا نمره شما 18 یا همچین چیزی. خب مثلا میخوام بزنم نمره شما، اینجا میخوام بزنم 18. خب این 18 رو خب اینطوری که من نمیتونم قرار بدم، من باید اینجا متغیری که جوابی که در واقع از تابعی که قرار این عملیات انجام بده این معدل من رو به دست بیاره یک خروجی برمیگردونه که میرزه توی متغیر. من میخوام اسم متغیر اینجا قرار بگیره و هر خروجی هر مقداری که توش قرار داده شده اون مقدار اینجا نمایش داده بشه. برای این کار نیاز دارم که استرینگ خودم رو فرمت دهی کنم، با یه فرمت خاصی قرار بدم. مثال من الان عددی بود ولی شما هر چیزی رو میتونید در نظر بگیرید، استرینگ باشه، فلات باشه، هر چیزی. فقط میخوام در واقع مقداری که در استرینگم قرار میدم داینامیکش کنم، دیگه استاتیک نباشه، یه مقدار ثابت توی استرینگ من باشه. برای این کار نیاز به فرمت دهی دارم. من میام چیکار میکنم قبل از اینکه اصلا این کارو انجام بدم، میام فرض میکنم یه مقداری دارم به اسم AVG average، مثلا گفتم معدل شده 18، درسته؟ میخوام این متغیر 17 که چی، این متغیر 18 که در واقع فرض کنید یک تابعی انجام شده و این جوابی که اون تابع من برگردونده، یعنی عملیاتی انجام شده، برنامه من معدلی گرفته، معدل شده 18، ریخته توی این متغیر. شما تا همینجا رو اینطوری فرض کنید، میخوام اینو چاپش کنم. چطوری باید این کارو انجام بدم؟ گفتم که مثلا من میام یه چیز درست میکنم به اسم فرمت استرینگ متغیر اینجا در نظر میگیرم، بعد میام مینویسم نمره شما، اوکی حالا انگلیشش میکنیم، میشه انگلیسی هم نوشت ولی حالا طوری نوشتیمش. خب اینجا باید این مقداری که تو افریج وجود داره رو قرار بدم. یه راهش اینه که شاید بگم خب اینطوری که بخوایم بزنیم نمیشه، این استرینگ کاملا استاتیک رو میاد برای من چاپش میکنه، درسته؟ من چطوری میتونم این کار رو انجام بدم؟ با پرسنت اس یکی از راههایی که میتونم این کار رو انجام بدم. دقت کنین رنگش تغییر کرد، در شناخت که اینجا قراره یه مقدار داینامیک قرار بگیره و اسی هم که اینجا قرار دادم نشون دهنده این که میخوام مقداری که قرار بدم از نوع استرینگه. اما آیا درسته؟ نه، مقداری که میخوام اینجا قرار بدم از نوع اینتیجره، پس با آی مشخصش میکنم. برای استرینگ از اس استفاده میکنیم، برای اینتیجر از آی استفاده میکنیم، برای فلوت هم از اف. معمولا معدل این چیزا که داریم میگیم، حالا ما اینجا برای راحتی کار میایم اینتیجر استفاده میکنیم ولی در واقع فلوته. حالا ما برای راحتی کار فعلا از استرینگ اینت استفاده میکنم اینجا، تا حالا در آینده ببینیم که نوعی متفاوت دیگری هم ازش میبینیم مثل فلوت. خب پس گفتم من میخوام اینجا یه مقدار اینت قرار بدم. در ادامهش میام یه اسپیس میذارم، دوباره میگم که پرسنت متغیری که قراره جایگزین این بشه،
میگم متغیر اوریج رو باید اینجا بریزی، جای این آیه باید هر چیزی که تو این اوریج قرار داره بیا بذار اینجا. خروجی که به من میده چیه؟ میگم فرمت استرینگ، من مستقیما میزنم اینطوری، نگاه کنید نمره شما 18 مثلا، درسته؟ پس این یه شیوه ای که میشه فرمت دهی کرد. خب حالا بیام یه خورده حرفه‌ای ترش کنیم اینو. من به جای اینکه بخوام اینتیجر بذارم گفتم معدل که اینتیجر نمیشه، معدل معمولا همیشه ما یه رقم اعشاری هم داریم دیگه، طرف میگیره مثلا 17.81. خب من چطوری میتونم اینو نمایشش بدم؟ گفتم به جای آی باید از اف استفاده کنیم. اما اگر من حالت عادی بخوام از اف استفاده کنم و این اگه اینتر بزنم و ببینم که فرمت استرینگ من چیه خروجیم، دقت کنین چطوری در آورد، خیلی بد شد. من فقط تا دو رقم اعشار این رو نیاز دارم، نه بیشتر. پس اینو میتونم تعیین کنم اینجا، بگم اینو تا دات دو اف. دات دو اف یعنی که تا دو رقم این اعشار، این در واقع داته که الان چیز نمیگیره، موسو هم نمیگیره اینجا، میگم که این دات یعنی اعشار من تا دو رقم باشه از نوع فلات. حالا اگر این رو من بزنم و دوباره بگم که فرمت استرینگ، نگاه کنید خروجی من چی میشه، تا دو رقم اعشار برای من چاپ میکنه، درسته؟ خب این سبکی که ما الان استفاده کردیم از فرمت دهی سبک در واقع لگسی پایتونه. پایتون 2.7 اومد این سبک فرمت دهی، در واقع در پایتون 2 این سبک فرمت دهی اومد و سبک هم هستش که در زمان سی هم داره استفاده میشه و خیلی قدیمیه. جایگزین این برای اینکه کار راحت‌تر بشه فرمت دهی جدیدتری اومد. خب الان بریم به سراغ فرمت دهی با سیستم جدید، فرم جدید. من میام دو تا متغیر اینجا تعریف میکنم، یه دونه نیم و مثلا میذارم بهار و یه دونه مثلا ایج در نظر میگیرم و ایج رو هم میذارم نمیدونم مثلا 18. و خب حالا اینجا میخوام بیام یه ببینیم چطوری باید فرمت دهی جدید کنیم. میگم پرینت کن. حالا من دیگه نمیادم یه متغیر جدید تعریف کنم، توی اون متغیر بیام مقادیرمو بریزم، بعد بیام پرینت کنم، چاپش کنم، مستقیما دارم پرینت میکنم. میگم که اینجا اسم طرف قرار میگیره. ببینید من با یه دونه آکولاد باز و بسته اومدم جای متغیرم رو تعیین کردم. در ادامهش میگم is، دوباره میگم اینجا قرار سنش قرار بگیره و years old. در ادامهش این چون یه استرینگه، توی استرینگ اینجا یه متدی براش وجود داره به اسم فرمت. فرمت رو تعیین میکنم، به اصطلاح فراخوانی میکنم، صداش میزنم و اول نیم رو نیاز دارم پاس بدم و بعدش هم ایج رو باید پاس بدم، درسته؟ خروجی منو ببینید، بهار is 18 years old. چقدر این کار هم یه جورایی راحت تر شده، تمیزتر هم هست. و خب یه نکته ای که اینجا وجود داره اینه که به طور پیشفرض اینها همشون در واقع ولیو هایی که در اینجا ها قرار میگیره، به اصطلاح به اینا میگن پلیس هولدر، یعنی نگه دارنده جای ولیو، به ترتیبه، به صورت دیفالت مقادیری که شما اینجا قرار میدین به ترتیب از همین اولین پلیس هولدر شروع میکنه پر کردن تا آخر. اما مسئله دیگه ای که وجود داره اینه که شما میتونید این ترتیب ها رو اوورراید کنید، به هم بزنید ترتیبش، اون ترتیبی که خودتون میخواین براش تعیین کنید. مثلا من اگه بخوام اینو تغییرش بدم میتونم بگم فلان. حالا ببینید ترتیبای من اینجا متفاوته، من اینجا اول سن رو میخوام و بعد اسمو، ولی خب اینجا اول نیمو گذاشتم بعد ایجو گذاشتم. خب یه راهش اینه که من بیام اینجا و اینا رو جابجا کنم، اینو بذارم ایجو بیارم این و نیمو بذارم اینجا. یه راه دیگه ای هم وجود داره و میتونم بگم اینجا اندیس 1 به این بده و به این بیا اندیس 0 بده. یعنی چی؟ یعنی که میگم از این فرمت صفرمین آرگومنتی که بهش پاس داده میشه، آرگومنتی که میتونیم روش اندیس 0 بزنیم، یعنی اینو بیا اینجا قرار بده، و اینه که یکمین مورد یعنی آرگومنت شماره 1 رو بیا اینجا قرار بده. الان اگر اینو من پرینت کنم دقت کنید خروجی منو she is 18 years old and her name is Bahar.
حالا یه موردی وجود داره، اونم این که ممکنه انجام این کار من در آینده من دچار مشکل کنه، خیلی گیج کننده بشه. ممکنه که یه جایی من تعداد این پلیس هولدرهای من خیلی زیاد بشه، بعد برنامه‌نویس بعدی بیاد ببینه اینجا زده 0، اینجا زده 1، اینجا زده 4، اینجا زده 5، اینجا زده 2، این چقدر بد و مثلا بی‌نظمه. راه دیگه ای هم براش وجود داره و میتونیم به صورت کی ولیو هم باهاش برخورد کنیم. مثلا چطور میگم کی ولیو؟ میام اینجا به جای 1 میگم که اینجا قراره شی ایز نیم بهار قراره اینجا قرار بگیره و اینجا هم ایجش قرار بگیره. بعد بیام اینجا بگم که کلید من، یعنی کلید نیم من قرار برابر بشه با نیم و ایج من هم قرار برابر بشه با ایج. اول از همون خروجی رو ببینید همون خروجی رو دوباره من دارم، ببخشید این جابجا من زدم، قرار ایج بشه، بله این همون خروجی منه. ببینید که این خروجی با اون بالاییه، این بالا دوتا بالاتر فرق نمیکنه. چیکار کردیم اینجا؟ اومدم برای پلیس هولدرام یه اسم تعریف کردم، بعد اومدم تو فرمتم گفتم اونجایی که اسمش نیمه مقداری که مقدار متغیر نیم رو قرار بده بهش پاس بده، و اونجایی هم که ایجه متغیر ایج هرچی توشه اون رو بیا به اونجایی که پلیس هولدرش ایجه اونجا قرارش بده به اونجا پاس بده. حالا این مواردی هستش که این هم جالبه که بهتون بگم، ما میتونیم توی استرینگ هایی که داریم تعریف میکنیم فرمت دهیش میکنیم، میتونیم الائنمنتش رو هم فرمت دهی کنیم. الائنمنت یعنی که توی اگه دوستان یه ورد کار کرده باشن یا چیزایی از این قبیل معمولا میدونن دیگه، مثلا میگن الائنمنت چپ یا راست، یعنی فضایی که قراره به چپ یا راست داده بشه برای اینکه مثلا نوشته تمیزتر در بیاد، در یک ردیف در بیاد، یا مسائلی از این قبیل. یه مثالی من براتون بزنم ببینین الائنمنت چطوریه سیستمش. الائنمنت رو من میخوام یه دونه پایپلاین بندازی، یه دونه خط اینطوری راست بندازی، بعد بگم که اینجا میخوام یه 25 تا اسپیس بخور، 25 تا به اصطلاح بندازی 25 کاراکتر فضا داشته باشه، و دوباره یه پایپلاین دیگه. حالا هر چی که قراره اینجا قرار بگیره، قراره که 25 تا به اصطلاح فاصله ایجاد بشه بین این پایپلاین و پایپلاین بعدی. پایپلاین بعدی منم اینجا قرار بگیره، یعنی بین این دوتا پایپلاین، اینجا فکر کنم یه چیزی اضافه گذاشتم، آره این اضافه است، بین این دوتا پایپلاین قراره 25 تا فضا براش در نظر بگیریم. حالا این 25 تا فضا شما میتونید در نظر بگیرید 25 تا کارکتره، به اندازه 25 کارکتر قراره فضا ایجاد بکنیم. بعد در ادامه میام فرمت رو فراخوانی میکنم، و خب حالا برای فرمت اینجا یه استرینگ همطوری قرار میدم، میگم مثلا توی اون پرانتز پلیس هولدر من مثلا بیا مقدار فرزین رو قرار بده. اولین کاری که میکنه میاد 25 تا جای 25 تا کاراکتر رو از بین این دوتا پایپلاین ها در واقع ایجاد میکنه، یه فضای 25 کاراکتر ایجاد میکنه. به تعداد ورودی هایی که داره میاد اسپیس ها رو حذف میکنه و این کاراکترهای جدید رو قرار میده، یعنی کاراکترهایی که پلیس هولدر نگه داشته برای فرمت دهی کردن. از اف 1 2 3 4 5 6 تا کاراکتر اولی که اسپیس بوده رو حذف کرده، جاش فرزین رو قرار داده و بقیه 25 تا رو همینطوری خالی قرار داده و یه دونه پایپلاین گذاشته. دقت کنید که این پایپلاین گذاری حالت های متفاوتی داره، یعنی شما میتونید الائنمنتتون از لفت باشه به سمت چپ که دیفالت چپه، خب یعنی فرزین رو از چپ پر میکنه تا اینجا و بقیه رو میاد الائنمنت میده، فضا بهش میده. یا میتونید از راست بذارین که دقیقا همین کار اگه بخوام اینجا انجام بدیم، فرزین رو میاره راست میچسبونه و از چپ میاد الائنمنت میده، و یه دونه هم حالت هته که هت مرکزیه، یعنی میاد فرزین رو سنتر قرار میده، الائنمنت رو روی دو طرف پخش میکنه. بیایم یه مثالی از هر کدومشون داشته باشیم برای اینکه بهتر درکشون کنیم.